با توجه به اینکه همه وزرا رو گفت خود آقا و خامنه ای تایید کرده بود، پس این بازی های 5 روزه و بروبیا و تصویب کابینه تو مجلس چی بودی؟ بله دیدیم این جلسه مجلس رو که به هر حال گوشه هایش در واقع لو داده شد که برای فرونشوندن جنگ باندهای رژیم و برای اینکه پزشکیان بتونه این کابینه رو از تصویب مجلس بگذرونه چه حرفایی میزنه. خیلی رک و پوسکنده پرده رو کنار زد و دست خامنه ای رو رو کرد و میگه که شنیدین همه این کابینه رو خامنه ای لیستش رو مشخص کرده و حتی تصویب کرده. پزشکیان هم که درموندگی کامل تو چهرهش کاملا مشخص بود، هر چی که نباید بگه رو گفت، به طرز بی سابقه بند رو آب داد و گفت چرا من رو وادار میکنید حرفی بزنم، چرا وادارم میکنید چیزایی بگم که نباید بگم، من رو وادار نکنید تو جزئیات قضیه وارد شم، رأی بدید بریم دولتمون رو تشکیل بدیم. و در ادامهش هم میگه که هیچ کاری رو بدون هماهنگی با خامنه‌ای و توافق سازمان‌های امنیتی، سپاه، سازمان اطلاعات و همه کسانی که باید با هم توافق کنن نکردیم. و به صراحت هم میگه که وزرای اطلاعات و کشور و دفاع و خارجه که جای خود داره، وزارت ارشاد هم و اون وزیر زن هم به دستور خامنه‌ای منصوب شد. خب این چی میگه؟ میگه اوضاع بسیار خرابه، وضع بسیار خرابه، که کما اینکه آخوند رسایی نماینده خامنه‌ای از تهران هم نوشت که بعد از هزینه بی سابقه پزشکیان از جیب خامنه‌ای، همه کابینه معرفی شده ایشان از مجلس رأی گرفت. در واقع اون چی که دیروز تو مجلس گذشت نشون داد که همه این مجلس و رأی و انتخابات همش پوشالیه و فقط این ولی فقیه که حرف اول و آخر رو میزنه و اصلا این سناریو اصلاح طلب و اصولگرا دیگه وجود خارجی نداره. هر چی که هست در این شرایط بحرانی برای نظام حفظ کشتی نظامه که الان دیدیم که سوراخ سوراخ شده، میخواد فرو بره و خامنه ای هم همه رو به نجات این کشتی فرا میخونه. همگان هم به عیان میبینند که سگ زرد برادر شغال در دستان ولی فقیه و اثبات شد که اون دیکتاتوری مطلقه که اجازه نمیده که حتی یک خواننده ترانه ای بر خلاف فرهنگ ولایی بخونه و کسی بر خلاف اون حرفی بزنه، الان هم اینجا در بالای نظام حکومت میکنه و حاکمه و هیچ ذره ای از دموکراتیزم در این نهادهایی که خودش ساخته وجود نداره و هر چی که هست حاکمیت بلا منازع ولی فقیه بلا غیر. به این در دستگاه ولایت فقیه میگن مردم سالاری ولایی در واقع.